نخستین روز گرد همایی بزرگ علمای افغانستان در کابل در روز نخست این شخص بر تقویت و حمایت از نظام تاکید شد. نن سهار 9 بجې غونډه پیل شوه. د غونډې جریان په دې ډول و چې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء محترم مقام غونډې ته تشریف راوړ، ټولو میلمنو ته یې هرکلی وویل. داسې دوی په دغه شرایطو کې دلته راغلل، له لرې لرې ولایاتو ولسوالیو نه یې زحمت ویست. امریکا سرمایه ملی مردم افغانستان را من حیث امانت افغانها حفاظت کند. کرزی میگوید امریکا 7 میلیارد دلار پشتوانه پولی افغانستان بانک را در بخشهای دیگر مصرف نکند. پشت همه افغانستان مربوط میشه دارایی است که برای بیش از 30 میلیون نفر، نه بالاتر از او، قویتر از او، مربوط میشه به یک هویت سیاسی که در عرصه جغرافیایی دنیا و در منظومه سیاسی دنیا 300 سال تقریبا با عنوان یک هویت به نام افغانستان زندگی میکنه. و خواست روسیه در مورد خروج نیروهای امریکایی از سوریه. دیمیتری پولینسکی میگوید حضور امریکا در سوریه غیر قانونی. سلام و خسته نباشید. به بسیار خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبر با من نور عرفان. نشست سالمان دین در کابل با سخنرانی رئیس الوزراء آغاز شد، اما در این نشست بر تقویت و حمایت از نظام کنونی تاکید شد. رئیس الوزراء هنگام سخنرانی در این نشست به اشتراک کنندگان گفت که برای حاکمیت نظام اسلامی در افغانستان قربانی های زیادی داده شده و به گفته وی به هیچ کس اجازه مخالفت با نظام را نخواهد داد. در این حال مولوی سید نصرالله واعظی، یک تن از اشتراک کنندگان این نشست و نماینده ولایت بامیان، خواهان بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان شد. از سوی دیگر یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، بار دیگر گفت که نزدیک به یک سال به این سو هیچ کشور اسلامی و غیر اسلامی امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. نخستین روز گردهمایی بزرگ عالمان دین افغانستان در کابل. سخنرانی افتتاحیه روز نخست نشست تا حد بیشتر بر حمایت نظام اسلامی در افغانستان، تقویت این نظام، انجام بهتر امور، وحدت ملی و بر حل و نابودی اختلافات ذات البینی متمرکز بود. این گردهمایی بزرگ علمای دینی با سخنرانی رئیس الوزراء افتتاح شد. وی هنگام سخنرانی خود به اشتراک کنندگان گفت برای تحکیم نظام اسلامی در کشور قربانی های زیاده داده شده است و می افزاید به هیچ کس اجازه مخالفت بر ضد این نظام را نخواهد داد. نن سهار 9 بجې غونډه پیل شوه. د غونډې جریان په دې ډول و چې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء محترم مقام غونډې ته تشریف راوړ، ټولو میلمنو ته یې هرکلی وویل. داسې دوی په دغه شرایطو کې دلته راغلل، له لرې لرې ولایاتو ولسوالیو نه یې زحمت ویست. اکثره علما کرام او سپینګری قومي مخور له عمر لحاظ هم لوړ خلک و، تکلیف ورته سید مسافر یې وکړ. اشتراک کننده یا دیگر این نشست رئیس اسرا محکمه بود و این نیز به تقویت نظام و وحدت ملی صحبت کرد. در همین حال سید نصرالله واعظی، نماینده ولایت بامیان و یک از اشتراک کنندگان این نشست، خواهان بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم برای تمام دختران شد. در همین حال عالم دین که از ولایت هرات در این گردهمایی اشتراک نموده تاکید میکند هر کس که بر ضد نظام استفاده میشود باید سر وی زده شود. باید مجموع علمای سرتاسری افغانستان به این نتیجه و به این فتوا باید همه صدا بلند بکنن. کسی که در مقابل حکومت اسلامی ما قد علم میکنه باید سر زده بشه و از بین بره. اینه
مولای محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع هنگام سخنرانی به این گردهمایی گفت که از نزدیک یک سال به این سو هیچ کشور اسلامی و غیر اسلامی جهان امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته است. چی په خارجی سطح دنوری سر از موز مشکلاتی تاسو یوینی چی یو کال پرکی دون که دی نوی هواد نه کفری هواد نه لیری هوادونه نه نزدی هوادونه دا نظام پر رسمیت پیجنی. تاسو و مشتا هاگه مشوره چی دا شریعت بچه و کارت کیوی یو گام دا شریعت سخوتل و مشتا منظور ندی. پس از با پایان رسیدن بخش نخست این گردهمایی هنگام ظهر، صداهای گلوله‌باری و انفجارها در حومه‌های خیمه لوی جرگه شنیده شد. اما سخنگوی امارت اسلامی میگوید که از یک خانه در مربوطات خوشحال خان مینه بمب دستی پرتاب شده بود و سپس نیروهای امنیتی واکنش نشان داد. کوم انفجار شای نه د سوی یو جای غونډ ندلر لری خوشحال خان سیمه کې یو جای مشکوکو زموږ امنیتی ځواکونه ته وظیفه درلود چې امنیت صاحب بشپړ وساتي. په یو ځای باندې مشکوک سول هلته د تلاشۍ هڅه وسوه چې ورغله له هغې نه لاسي بام وغورځول سو. بیا نو هغلته نظامي ځواکونه ورسېدل، هر څه یې هلته ونیول، څه ځینې مواد هم وو، یو تن هم پکې وو چې غوښتل یې بام یې وغورځول لاسي. لویه پیښه نه ده سوې، هغه په خوشحال خان سیمه کې وړه پیښه وه او مخکې له تعقیب لاندې وه. امنیتي ځواکونو هغه کور کړې ده، کومه لویه پیښه نه ده راغلې. این گردهمایی بزرگ عالمان دین در کابل پایتخت کشور امروز پنجشنبه آغاز شد و سه روز ادامه می‌یابد. در این نشست حدود 3500 عالم دین و متنفذ قومی اشتراک کردند. امارت اسلامی میگوید که اشتراک کنندگان نشست بزرگ علما در کابل از سوی مردم انتخاب شده و تصمیم نیز از سوی آنان گرفته می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در نشست خبری در مرکز رسانه‌ها به خبرنگاران گفت که عالمان دینی از چند به این سو خواهان برگزاری یک نشست بودند که رهبری امارت اسلامی این خواست آنان را پذیرفت. وی میگوید امارت اسلامی به تصمیم اشتراک کنندگان این نشست احترام میگذارد و آنها را عملی میکند. ذبیح الله مجاهد همچنان افزوده است امکان دارد که شیخ هیبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در این نشست اشتراک کند. امارت اسلامی میگوید که اشتراک کنندگان این نشست بزرگ علما به خواست مردم انتخاب شدند و تصمیم را نیز آنان میگیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی که در مرکز رسانه ها با خبرنگاران صحبت می کرد گفت علمای کشور که از چند به این سو خواهان برگزاری یک نشست بودند که رهبری امارت اسلامی این خواست را پذیرفت. وی میگوید هیچ گونه طرح از سوی امارت اسلامی به این نشست ارائه نشده است، بلکه علما به اختیار خود در مورد مسائل تصمیم می گیرند و سوی امارت اسلامی عملی می شود. از ولسوالی قسمی خواسته شده بودند که به خود مردم ولسوالی اختیار داده شده بودند کسایی را از علمای خود انتخاب کنند که خودشان بیشتر سرش اعتماد دارند و میتونن نمایندگیشان بکنند. دو تن از علما و یک تن از سران قومی از ولسوالی قسم تعیین شوه که خود مردم سرش اعتماد داشته باشه و مواصفات خوب داشته باشه. ذبیح الله مجاهد در پاسخ به یک پرسش کابل نیوز که آیا ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در این گردهمایی علمای دینی اشتراک خواهد کرد گفت وی تا اکنون در این نشست اشتراک نکرده است و ممکن در روزهای آینده اشتراک کند. سوال خوب وست پاره و نلرو جواب تا من امکان لري سي گردون وکي خو تر وست موږ راتو گردون نه درلود دا به وروسته انتظار سو بیا به پراتون کانفرنس رو کی معلومات ورکو. در همین حال بر اساس برخی معلومات شمار از مقام‌های پیشینه که با سعی و تلاش کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان به کشور برگشتند نیز در این نشست بزرگ علمای دین اشتراک کردند. نخستین روز نشست بزرگ علمای دین در کابل در حال به پایان رسید که در جریان آن بر تقویت و حمایت از نظام اسلامی صحبت شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور بار دیگر خواهان آزاد شدن از ذخایر پولی غصب شده افغانستان شده و گفته است که امریکا این ذخایر پولی را من حیث امانت افغانستان حفظ کند و در بخش‌های دیگر به مصرف نرساند. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی میگوید که رئیس جمهور پیشین کشور از ایالات متحده خواسته است که 7 میلیارد دلار که پشتوانه پولی در افغانستان بانک است آن را آزاد کند و من حیث امانت افغان‌ها از آن حفاظت کند و تحت هیچ عنوان آن را به مصرف نرساند. این در حالی است که
واشنگتن پست روز چهارشنبه از قول سه مقام آمریکایی نوشته بود که آمریکا و حکومت جدید افغانستان در حال حاضر روی این کار میکنند تا چگونه میتوانند که یک بخش از ذخایر منجمع شده پولی را آزاد و در اختیار افغانستان بانک قرار دهند. در این حال وزارت امور خارجه میگوید که یک هیئت مسئولان افغانستان بانک و وزارت مالیه به رهبری امیرخان متقی به قطر سفر نموده و در دوحه با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و همچنان با مقامهای وزارت خزانه داری این کشور در مورد سیستم بانکی و مسائل سیاسی دیگر بحث و گفتگو نمود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امریکا خواسته است تا 7 میلیارد دلار که پشتوانه مالی در افغانستان بانک است منحیث امانت افغانان از آن حفاظت کند و در بخش های دیگر هزینه نکند. رئیس جمهور پیشین کشور با نشر یک اعلامیه گفته است که امریکا ذخایر پولی منجمد شده افغانستان را آزاد کند و همچنان این پول را در بخش های دیگر به مصرف نرساند. امریکا 7 میلیارد دلار پشتوانه پولی منجمد شده در افغانستان بانک را که سرمایه ملی مردم افغانستان است آزاد کند و من حیث امانت افغانان از آن حفاظت نماید، تحت هیچ عنوان آن را به مصرف نرساند. از اعلام کمک بشردوستانه 55 میلیون دلار امریکا با آسیب دیدگان زلزله اخیر در کشور سپاسگزاری میکنیم. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست از قول سه مقام آگاه آمریکایی گزارش داده است که اداره بایدن می‌خواهد تا برای جلوگیری از گرسنگی و بحران اقتصادی در افغانستان از ذخایر پولی منجمد شده در افغانستان بانک دور استفاده شود که این سرمایه در اختیار طالبان قرار نگیرد و به آن کنترل نداشته باشد. در عین حال روز چهارشنبه یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه که نماینده افغانستان بانک نیز در آن شامل از به قطر سفر نموده است. گفته می شود که هیئت امارات اسلامی با جناح آمریکایی در رابطه با رهایی یک بخش ذخایر پولی منجمد شده بحث خواهد داشت. روشت همه افغانستان مربوط می شه. دارایی است که برای بیش از 30 میلیون نفر نه بالاتر از او قوی تر از او مربوط می شه به یک هویت سیاسی که در عرصه جغرافیایی دنیا و در منظومه سیاسی دنیا 300 سال تقریبا با عنوان یک هویت به نام افغانستان زندگی میکنه. این دارایی مربوط به او هویت است، مربوط به هیچ شخص و هیچ مقام و هیچ شخصیت و هیچ مجموعه دیگری نیست. واشنگتن می خواهد میکانیزم را ایجاد نماید تا بر اساس آن پولی که آزاد می شود در بخش کمک ها با مردم افغانستان هزینه شود. نورولی مسید رهبر تحریک طالبان پاکستان میگوید که مذاکرات با طرف پاکستانی جریان دارد اما پیشرفت قابل توجه در آن دیده نمی شود. نورولی مسید میگوید که با یک جای نمودن مناطق قبایلی با خیبر پختونخوا مخالف است و به گفته وی حکومت پاکستان باید این تصمیم خود را پس بگیرد. مذاکرات بین تی تی پی و حکومت پاکستان با میانجیگری امارات اسلامی در کابل انجام شد و پس از آن تحریک طالبان پاکستان آتش بس نامحدود با حکومت پاکستان اعلام کرد. حکومت پاکستان هنوز در مورد اظهارات نورولی مسید چیزی نگفته است. گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان ادامه دارد اما پیشرفت زیاد در آن دیدن نشده است. نورولی مسید رهبر تحریک طالبان پاکستانی میگوید که گفتگوهای این تحریک با جناح پاکستانی ادامه دارد اما پیشرفت چشمگیر در این مذاکرات دیدن نمی شود. مسید گفته است که با الحاق مناطق قبایلی با پشتونخوا مخالف است و از این خواست عدول نخواهد کرد. گفتگوهای ما با جناح پاکستانی ادامه دارد اما در این مذاکرات تا اکنون پیشرفت واضح دیده نمی شود. پایان ختم انضمام مناطق قبایلی با خیبر پشتونخوا در مذاکرات با حکومت پاکستان خواست ما است و از این خواست عدول نخواهیم کرد. این در حال است که چند روز قبل وزیر امور داخلی پاکستان گفته بود که خواست پایان انضمام مناطق قبایلی با خیبر پشتونخوا خلاف قانون است. مذاکرات میان تی تی پی و حکومت پاکستان با میانجیگری امارات اسلامی در کابل برگزار شد که سپس تی تی پی تا تاریخ نامعلوم با حکومت پاکستان آتش بس کرد. حکومت پاکستان تا اکنون در رابطه بین اظهارات نورولی مسید واکنش نشان نداده است.
اتحادیه متشبسین ادوا و محصولات آسیای افغانستان میگوید که روند واردات ادویه از راههای قاچاق به کشور هنوز هم ادامه دارد. اعضای این اتحادیه در یک نشست خبری در کابل گفتند که حکومت کنونی به خصوص اداره ادوا و غذا مکلفیت دارد تا جلب واردات ادویه از راههای قاچاق به کشور را بگیرد. آنان میگویند بدون شرکت‌هایی که جواز دارند به هیچ کس دیگر اجازه داده نشود تا ادویه را به کشور وارد کند. اداره ادوا و غذا تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. اتحادیه متشبسین دوایی و محصولات صحی افغانستان در رابطه با واردات ادویه از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی به کشور ابراز نگرانی می‌کند. مسئولان این اتحادیه به یک نشست خبری در کابل گفتند که جلو واردات ادویه از راه‌های قاچاقی به کشور گرفته شود و می‌افزایند حکومت باید کنترل کامل بر محصولات دوایی داشته باشد. دغه اتحادیه د هغه ضرورت په حساب باندې چې موږ قانونیت ته ترجیح ورکو منځته راغلی ده. موږ هیڅ نوع غیر قانونی عمل، قاچاق او د اصولو د باندې عمل اصلا نسو زغملی چې بیا موږ مظلوم او کړېدلی ملت په تقلبي دوا وټاکي سي. دا نقطه ډېره جدي ده. په دې خاطر هیله لرو چې هیڅوک بېله مجازو شرکتو څخه بېله سبسوده کمپانیو څخه د دواو د راوړلو تهاند ونه کی. آنان از اداره های مربوطه دوایی و مواد غذایی می خواهند که تمام قوانین در بخش ادویه اگر مورد بس و یا تعدیل باشد با آنان شریک نمایند. اتحادیه دوایی و محصولات صحی به اداره ملی غذا و دوا پیشنهاد می نماید تمامی قوانین مرتبط به دوایی که جدیداً مورد بحث قرار می گیرد و یا ایجاب تعدیلات را می نماید با سکتور دوایی شریک ساخته و مشوره نمایند. ششم، اتحادیه تاکید بر غنامندی لست ادویه مجاز و رفع چالش های موجوده در قوانین را می نماید. آنان می گویند که وارد کردن ادویه از راه های قاچاقی سبب می شود تا ادویه غیر معیاری به بازارهای کشور عرضه شود و می افزایند به دلیل ادویه بی کیفیت روند تداوی در کشور نیز با مشکلات مواجه است. زد دولت یو خواهش کنم چی ادویه باید په سرحداتو که په هر تطی ولی په هر دواخانه که باید کنترول سی. دا ټیمونه که په مکور کې دی، که په سیغان کې دی، که په واخان کې دی. هر دواخانه که باید دوا تر نظارت لاندې راست چې دغه دوا قانونی ده، غیر قانونی ده. اصلا د دویمې اتحادیې چې اوس فعلا د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو په نوم ایجاد شوی، هدف یې د بلې اتحادیې تخریب نه ده. مخکې پاچا صاحب تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې دغه اتحادیه د قانون جوړولو په خاطر د ټول د افغانستان د درملو سکتور قانون د رابللو په خاطر ایجاد شوی. موخه او هدف یې دا دی چې څنګه د ادارې او د خصوصي سکتور منځ هغه قانوني لار چې د ملت په نفع وي، د دولت په نفع وي، د سکتور په نفع وي ایجاد کړي. هدف ته دې دا دی، نور نه تخریبول هدف دی نه کوم بل هدف لري. بیشتر مردم از وارد کردن ادویه بی کیفیت به کشور شکایت می کنند و به گفته دکتران این مشکل سبب شده است که شماری از مردم به هدف تداوی به کشورهای خارجی سفر کنند. نمایشگاه محصولات و تولیدات وطنی در کابل افتتاح شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در این نمایشگاه لباس های افغانی، زیورات و سنگ های قیمتی به نمایش گذاشته شده است. آنان میگویند که هدف برگزاری این نمایشگاه در کنار رشد اقتصادی کشور، فراهم کردن زمینه کار به زنان بی بضاعت است. نمایشگاه محصولات و تولیدات وطنی در کابل افتتاح شد. مسئولان میگویند که در این نمایشگاه لباس‌های افغانی، زیورات و سنگ‌های قیمتی به نمایش گذاشته شده است. آنان می‌افزایند که هدف از ایجاد این گونه نمایشگاه‌ها رشد اقتصادی کشور و مساعد کردن زمینه کار به زنان بی‌بساط کشور است. مارکت تجارتی به نام مارکت تجارتی بانوان تجارت پیشه تار طلایی در مرکز شهر کابل افتتاح کردیم. در شرایط فعلی هر کدام از هموطنان که قدم کوچک برای پیشبرد اقتصاد مردم افغانستان بردارن از نظر من شخصا قابل ستایشند.
آنان میگویند که مردم باید از این گونه نمایشگاه ها حمایت نمایند و از امارت اسلامی و جامعه جهانی میخواهند که برای زنان افغان زمینی کار را فراهم کنند. حمایت شما می توانند که صدها خانواده بیچاره را، صدها خواهره بیوه که ناناور خانواده شان از خانها را کمک بکنند. آنان می افزایند قیمت لباس هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است در مقایسه با بازار نازل است. در مارکت بانوان تجارت پیشی ترتلایی ما فعلا دو دکان گرفتیم که غزنیوال فیشن از قبیل لباس های افغانی، ترکمنی، بلوچی و غیره. خب این لباس ها ساخت کشور هستن؟ بله، ما خود ما کارگاه داریم، میسازیم و به فروش میرسیم. قیمت های اینجا نظر به سهولت برای بانوان از برای همشهریان محترم هستن در حد متوسط. این در حالی است که قبل از این نیز نمایشگاه‌های مشابهی در کابل برگزار شده است، اما اکنون این زنان از امارت اسلامی و جامعه جهانی می‌خواهند که در برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها با آنان همکاری کنند. امروز نمایشگاه تحت رهبری بانوان افغان در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه لباس‌های وطنی، زیورات و سنهای قیمتی به نمایش گذاشته شده است. این بانوان از امارت اسلامی می‌خواهند که با آنان همکاری نمایند. برشنا نادری، کابل نیوز، کابل. امریکا با هیئت افغان در مورد چگونگی بازگشایی مکاتب دختران و ثبات اقتصادی افغانستان گفتگو می کند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته است که توماس فست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در دوحه دیدار خواهد کرد و خواسته های عمده وی مبارزه با تروریسم، ثبات اقتصادی، حقوق بشری، مسئولیت افغان های در معرض خطر و بازگشایی مکاتب دختران است. این در حال است که بر اساس گزارش واشنگتن پست قرار است هیئت و سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارات اسلامی در دوحه با هیئت امریکا درباره آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان گفتگو کند. ادامه خبرها. معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد میگوید وضعیت کنونی سوریه نتیجه تلاش‌های آمریکا برای برقراری ارتباط با تروریسم است. روسیه امروز گزارش داد که دیمیتری پولیانسکی در نشست سازمان ملل خواهان خروج نیروهای خارجی غیر قانونی از سوریه و توقف حملات راکتی به خاک سوریه را راه حل برای همه مشکلات در دمشق میداند. وی افزود است آمریکا در سوریه حضور غیر قانونی دارد و گونه آشکار در زندگی مسالمت‌آمیز مردم این کشور دخالت می‌کند. در این حال وزارت دفاع روسیه از آمریکا خواسته است که از ایجاد بحران دست بردارد، زیرا دیگران به دنبال صلح هستند. این وزارت همچنان از واشنگتن خواست که از سوریه خارج شود. و مذاکرات غیر رسمی ایران و آمریکا در مورد انرژی اتمی بار دیگر بدون نتیجه به پایان رسید. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا دیروز در دوحه آغاز شده بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات آن طور که انتظار میرفت به خوبی پیش نرفت. از سوی دیگر ایالات متحده میگوید که تصمیم گیری و مذاکرات بر عهده ایران است. بس خبری این ساعت همینجا به پایان میرسد. تا دیدار دیگر شما را بالای بی‌نیاز میسپارم. بقیه شبتان خوش.